سلام، سلام به همه شما گرامیان، بزرگواران که یکایک به ما میپیوندید. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. جلسه پرسش و پاسخ رو با هم آغاز میکنیم. سوالی رو فرستادن، گفتن که آقای محمدینیا، من 32 سال دارم و همسرم 35 سالشه. ببخشید، من حق طلاق داده بودم به خانومم. در واقع این آقا 3 سال مثل این که از همسرشون کوچیکتره. من حق طلاق داده بودم به خانومم، الان 3 ماهه که از من طلاق گرفته. من دوستش دارم، عاشقش هستم، هر کاری میکنم، واسطه میفرستم، التماس میکنم، هر کاری میکنم بر نمیگرده. لطفاً کمکم کنید چطوری برش گردونم. خب میدونید که اشتباهی که شما بیای حق طلاق رو بدی به همسرت، به خاطر اینکه خب خانم ها عموما موجودات عاطفی، احساسی و هیجانی هستند و ممکنه که یک لحظه بلبداهه تصمیم بگیرن یک کاری رو انجام بدن و تو اون لحظه ممکنه که خیلی به عواقب و پیامدهای موضوع فکر نکنن. ممکنه، میگیم حالا حمله نکنید به من، ای نه خانم ها خیلی هم عاقلن و بالغن. و من که نگفتم عاقل نیستن، بالغ نیستن، عاقلن، بالغن، منتها ممکنه که خیلی تکانشی و هیجانی عمل بکنن یه جاهایی. مثلا تحقیقاتی که انجام شده در مورد خشم، ما 10 مرحله داریم که فرد وقتی میخواد عصبانی بشه، خشمگین بشه، اون 10 مرحله رو طی میکنه. مرحله 10 میرسه به دست بیرخی شدن و کتک کاری کردن، زدن. که مرحله 10 مثلا از لحظه اول مثلا خیره نگاه میکنه، بعد میاد یه حرکتی انجام میده که مثلا طرف مقابل رو تحریک کنه، بعد یه حرفی میزنه، تیکهی میندازه، بعد جلوتر میره. 10 گام داره برای اینکه یه فرد به مرحله درگیری فیزیکی کشیده بشه. ولی در مورد خانم ها پله اول یه میرن پله دوم. خب یعنی اون میزانی که باید از هوشیاری و کورتکس مخ استفاده بکنن که اون بخش عملیات عالی مغزه، اون خیلی وارد جریان نمیشه. اون قسمت دستگاه لیمبیک که مخصوص هیجانات هست ممکنه که وارد جریان بشه. مثلا تحقیقات کردن، به فرض 10 لیوان گذاشتن اونجا جلوی میز، به طرف گفتم ببین لیوان اولی مثلا فرانسویه، لیوان دومی مثلا مال بورکینافاسو، لیوان سوم مثلا مال اطراف مثلا سابج بلاغ ساختن، اینا رو، اینا هر کدوم مثلا میدین یه جایی هستن دیگه. خب شما میبینید مثلا لیوان فرانسه خیلی گرونه و خیلی خوشگلتر و جذابتره. بعد گفتن که خب به هر حال اینها لیوانایی هستش که اینجا هست، میتونید مثلا ازش استفاده بکنید. بعد اینا مثلا منتظر یه کاری بودن، مثلا منتظر مصاحبه بودن یا دندون پزشکی بودن، به اینا آدرنالین تزریق کردن که اینها پرخاشگر بشن و بعد با دوربین‌های مخفی اینها رو فیلم می‌گرفتن ببینن که چه عکس‌العملی اینها نشون میدن از خودشون. خانم‌ها خیلی زود عصبانی می‌شدن و یه دفعه این به فرض لیوان رو ور می‌داشتن، می‌کوبیدن مثلا به دیوار، لیوان فرانسه رو، بابا فرانسه رو نزن، مال بورکینافاسو رو بزن. چرا مال فرانسه رو میزنی؟ مال ایرانیه رو مثلا بزن بشکن، مال مثلا افغانستان و عراق رو بزن بشکن. اون فرانسویه خب خیلی قیمتش بالاست. خب برمیداشت تخت میکوبید و عصبانی میشد. در واقع آگاهی نسبت به خشم و هیجانات در مردها بیشتره. یعنی مثلا یه مرد توی دعوای خیابونی، اون میدونه که الان مثلا اگه بخواد مثلا بره قفل فرمونو برداره بیاد، 4 نفر جلوشو میگیرن. من اگه بلش کنه بگیم آقا برو بزن. یه باری همچین صحنه رو من دیدم، خیلی جالب بود.
بین دو نفر دعوا شد همین سمت میرداماد خیابان شریعتی. یکیشون قفل فرمون اومد ورداش اومد بیرون، یه آقایی بود از این بدنسازای خیلی خوشیکل مثل شما، این اومد جلو گفت آقایون هیچ کس کارشون نشته باشه، بذار بزنن هم دیگر رو، لطفاً کسی دخالت نکنه، یعنی نذاش یه نفر بیاد جلو. بعد مردم با اینه میزنن هم دیگر رو، گفت بذار بزنم بکشم، هیچ کس نره جلو. این دوستا دعوا نکردن، یعنی رسیدم من گفت چه؟ اون گفت چه؟ گفت تقصیر تو بود، نه تقصیر تو بود، حرف زدن با هم. ببین مردها کاملا اگه مثلا تو اون لحظه یه بچه کوچولو بیاد جلو مثلا میگه تو برو کنار، ولی خب خانم ها ممکنه اینجوری نباشن، حتی ممکنه مثلا بچه خوش و هول بده اون طرف مثلا برو گمش اون طرف. منظور من اون هیجاناته. پس اشتباه کردی عزیز من، برای چه حق طلاق به خانم، برای چه حق طلاق به خانم؟ تو مردی، مرد باید جذبه داشته باشه، جربوزه داشته باشه، هیبت داشته باشه، اینجوری وادادی خب معلومه یه مردی که اومد حق طلاق داده دیگه به تو احترام نمیذاره، که تو از مردونگی ساقط کردی خودتو، از فردین تبدیل به فروزان شدی. ببخشید اینجوری میگم، البته امید دار، امید هست، سر کن زود سرد نشو. بذار الان بهتون میگم، گفته که 3 ماه طلاق گرفته رفته، دوستش دارم، عاشقش هم، هر کاری میکنم واسه بنا. خب ببین اولا این واسط هایی که میفرستی اینا آب میریزن به آسیاب دشمن. حالا ببخشید ضرب المثل دیگه بگیم، ناراحت نشید. اینها در واقع انگار دارن کف صابون میریزن، سیمان میریزن پای یه گل، اینو خشکش میکنن. یعنی وقتی شما هی بهش میگی که نه تو رو خدا برگرد، من عاشقتم، من دوستت دارم، اون تو رو شکنجه میکنه و وارد بازی آزارگر میشه، پرسیکیوتر، وارد بازی در واقع آزارنده و جلاد میشه، شکنجهگر میشه. خب بنابراین نذار اون پرسیکیوتر بشه، نذار اون جلاد بشه، شکنجهگر بشه، آزاردهنده بشه، آزارت میده. یعنی هر چی تو بیشتر به اون التماس کنی، اون عقب نشینی بیشتری میکنه و بیشتر و بیشتر و بیشتر از تو فاصله میگیره. این کمرمون هم درد گرفته بود، خوب شد. خب پس هرچی شما بیشتر در واقع التماس کنی، اون بیشتر عقب نشینی میکنه. پس ولش کن، به مدت حدود 40 روز نه پیامی بده، نه زنگی بزن، هیچ ولش کن. بعد از 40 روز، این اعدادی که میگیم اعداد جادویی هم دیگه، البته مثلا ماکسول مالس میگه که 21 روز. ماکسول مالس در کتاب تصویر ذهنی، حالا برید بخونید اونجا داستانای قشنگی داره که چرا مثلا 21 روز میگه. بعد از 21 روز که چاقو جراحی رو میزنه تو صورت افراد تغییر میکنن و اینها، ولی اینا اعداد جادویه دیگه، 21 3 7 40. بعد از 40 روز شما یه نامه براش بنویس. خب به شما که عزیز من، واقعیتش ناراحت شدم از اینکه تو رفتی و خیلی دوست داشتم که تو زندگی من باشی، اما هر جا هستی خوش باش، نه ترسی ها. من این رو میگم شما میترسی، میگه وای رفت، الان من بگم اینجوری این بذاره میره دیگه. نه نمیره، چون شما کار زیرکانه میکنی، براش نامه مینویسی که من خوشبختی تو رو میخوام، آرامش تو رو میخوام، دوست دارم تو زندگی شرافتمندانه ای داشته باشی، ولی خب من عشق با تو تجربه کردم و عشق در من با تو زنده شد و خاطرات زیبایی هم دارم از این عشق، و شروع کن از اون خاطرات 2 تا 3 تا 5 تا مثلا بگونه که خیلی حال داده، یعنی به تو نه، به اون خیلی حال داده، مثلا به اون خیلی خوش گذشته. شما مثلا اون که رفته باشید اصفهان، اون بگه نه شیراز رفتیم مثلا یه چیز دیگه، شمال رفتیم یه چیز دیگه بود مثلا میگم. بعد ببینی اون چه خاطراتی داره که خیلی مهیجه و هیجان انگیزه.
دو تا سه تا 5 تا 10 تا از اون خاطرات خیلی خوشگل، خیلی طولانیش نکن، بگو از اون خاطرات خیلی قشنگ. بعد بهش بگو که برای همیشه ازت خداحافظی میکنم و تو رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی خوشبختی تو دارم، مثلا دوست داره همیشه یه تو، مثلا اسخر. خب نویس خداحافظ، نترس، بذار احتمالا جواب تو میده. اگر جواب تو نداد باز هم کاری به کارش نداشته باش، بذار تقریبا یک هفتهی بگذره، ماکسیموم 21 روز، یک هفتهی بگذره. بعد از یک هفته یه بهانه‌ای رو پیدا کن که ازش بخوای، مثلا سوالی رو بپرسی، کمکی رو بخوای، چیزی رو در واقع درخواست کنی ازش که اون داره، اون میتونه کمکت کنه، مثلا اطلاعاتی داره راجع به فلان چیزی، مثلا اینکه کاری ندارم خواستم راجع به فلان چیز. کانکشن رو ایجاد کن یه جوری به بهانه خیلی لطیف و ظریف. خب کانکشن رو ایجاد کن باهاش، قطعا تو اون موقع خیلی بهتر به جواب میده. بعد که کانکشن رو ایجاد کردی، اونجا دیگه حالا خیلی به در واقع گرایش پیدا میکنه، چون مثلا دو ماهی ازت خبر نداره و دیده که تو اصلا کاری به کارش نداری و شروع کردی به این شکل در واقع جون نزدیک اومدن. اونجا دیگه البته توی مدت باید رو ارزش‌های خودت کار کنی، رو جذابیت ظاهری خودت کار بکنی، ارزش‌های خودت، مثلا درآمدت رو بیشتر کنی، نمیدونم حس شوخ طبیعت رو ببری بالا، استقلالت افزایش پیدا بکنه، آدم با اعتماد به نفستری بشی، با عزت نفستری، شروع عزت نفست رو اعتماد به نفست اینا کار کن، با اون کاری نشته باش تو اون 40 روز، تو اون 40 روز رو خودت کار کن. خب که وقتی اون با تو مواجه شد، ببینی مثلا با یه آدم جدید مواجه شده، مثلا تو خیلی فرق میکنی با اون آدم قبلی.